یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اونایی که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره. اظهارات بی سابقه وزیر اطلاعات ایران درباره احتمال ساخت سلاح هسته‌ای، سخنان محمود علوی چه تأثیری بر آینده برجام دارد؟ و دشمن بزرگ ایران در خاورمیانه تا چه حد این گفته را جدی خواهد گرفت؟ وزیر سابق دفاع اسرائیل مهمان 60 دقیقه امشب است. گفته های وزیر اطلاعات را چقدر باید موضع کل حکومت دانست یا موضع دولت؟ این موضوع گفتگوی امشب است. در ادامه برنامه امشب در ذهن گزارشی از همکاری پنهان تهران و پیونگیانگ، سازمان ملل میگوید ایران و کره شمالی توسعه موشک‌های دوربرد را از سر گرفتند. فدراسیون سراسری علیه ویروس کووید 19 را آغاز می‌کنیم علی برکت الله. مرحله اول واکسیناسیون کرونا در ایران با واکسن روسی، وزارت بهداشت وعده داد تا پایان سال 1400 همه شهروندان را واکسینه کند. وداع با نویسنده و فیلمنامه نویس سرشناس فرانسوی ژان کلود کاریر در 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. در ادامه جنگ لفظی بین ایران و آمریکا درباره برجام، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته امروز هیچ کس نمیتواند توقع داشته باشد که ایران قدم اول را بردارد. این در حالی است که مقام‌های دولت جو بایدن میگویند ایران به اجرای کامل برجام متعهد نیست و برای احیای این توافق باید به تعهدات هسته‌ای‌اش بازگردد. همزمان با افزایش حساسیت‌ها در این زمینه، محمود علوی وزیر اطلاعات ایران دیشب هشدار داد که جمهوری اسلامی در صورت ادامه فشارها ممکن است به سمت ساخت سلاح هسته‌ای برود. هرچند که ارتش اسرائیل به تازگی در برآوردی اطلاعاتی گفته ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای به 2 سال زمان نیاز دارد. یک گزارش سازمان ملل هم که به رسانه‌ها دست کرده نشان می‌دهد که ایران و کره شمالی همکاری برای توسعه موشک‌های دوربردشان را از سر گرفتند. همه این تحولات چه تأثیری بر آینده برجام خواهد گذاشت؟ نظر مقام‌های اسرائیلی درباره این تحولات چیست؟ در ادامه برنامه با نفتالی بنت، وزیر پیشین دفاع اسرائیل گفتگو می‌کنیم، اما اول گزارشی ببینیم از شیدا هوشمندی. وزارت اطلاعات از نظر کیفی بسیار بالا اومده. سخنان جنجال برانگیز محمود علوی وزیر اطلاعات ایران در تلویزیون. مقام معظم رهبری صراحتاً در فتواشون فرمودن که تولید سلاح هسته‌ای خلاف شرعه و عرض خدمتون جمهوری اسلامی سراغ اون نمیره و اون رو عرض حرام میدونه. اما عرض خدمتون یک گربه را اگر تو گوشه گیر بیارن ممکنه رفتاری بکنه که گربه ای که آزاده اون رفتار رو انجام نمیده. اگر ایران به اون سمت ها هل بدن وقت تقصیر ایران نیست، تقصیر اوناییست که هل دادن که در شرایط عادی ایران اصلا چنین نیتی و چنین برنامه‌ای نداره. فتوایی که وزیر اطلاعات از آن میگوید یکی از ستونهای اصلی مذاکرات منجر به توافق هسته‌ای بود. فتوایی که در اوج تنش بین ایران و غرب مطرح شد و بعد از آن مبنای اظهارات مسئولان ایرانی و امریکایی قرار گرفت. ایران سپریم لیدر آیت الله خامنه‌ای has issued a fatwa against the development of nuclear weapons. He doesn't believe the Americans stopped us. He believes he stopped them because he issued a fatwa. Religious fatwa or decree by our supreme leader that nuclear weapons and weapons of mass destruction are forbidden in Islam. ابهام درباره فتوایی با این درجه اهمیت کم نیست. تاریخ دقیق صدور و ثبت کتبی آن هنوز پرسش برانگیز است. بیشتر استنادها به این پیام آقای خامنه‌ای به کنفرانس بین‌المللی خلع سلاح هسته‌ای است که در سال 1389 نوشته شده و یا این سخنرانی در سال 1383 که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و نزدیکانش به آن استناد می‌کنند. تهمت می‌زنند که می‌خوان سلاح اتمی درست کنند. نه آقا، ما به فکر سلاح اتمی نیستیم. من بارها گفتم سلاح اتمی ما این ملت هست. سلاح اتمی تولیدش، نگه داشتنش و به کار بردنش هر کدام یک اشکالی داره. نظر شرعی خودمونم که ما گفتیم روشن و همه می دارن.
به بخشی از این سند مهم. جزئیات این فتوا هم به طور دقیق مکتوب نشده. اینکه آیا فتوا درباره تولید، توسعه و کاربرد است یا تنها کاربرد سلاح؟ آنگونه که آقای خامنه‌ای اینجا به آن اشاره می‌کند. ما قاطعانه، شجاعانه با اینکه میتونستیم در این راه قدم برداریم، طبق حکم اسلام گفتیم تو این راه وارد نمیشیم. هم ساختنش غلطه، هم نگه داشتنش غلطه، چون به کار بردنش حرامه. ملت ایران امروز صحبت وزیر اطلاعات درباره امکان تغییر فتوا به فراخور زمان، مکان و شرایط نکته تازه‌ای نیست. این گزارش روزنامه وال استریت جورنال که در روزهای اخیر منتشر شده، حاکی از کشف آثار رادیواکتیو در دو سایت هسته‌ای در ایران است. سایت‌هایی که می‌گویند احتمالاً در گذشته، تقریباً همان سال‌هایی که فتوا صادر شده، محل آزمایش‌هایی با اهداف نظامی هسته‌ای بوده. بعد از دو ساعت از شهادت شهید فخری‌زاده شد. حرف‌های وزیر اطلاعات اما بخش دیگری دارد که تازه است و اطلاعاتی جدید دارد. اطلاعاتی درباره ترور محسن فخری‌زاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، کسی که مدیر برنامه نظامی هسته‌ای ایران خوانده می‌شود. 5 روز قبلش گفته دشمن برنامه ترور شهید فخری‌زاده رو در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبوده. حالا دیدم در بعضی از توییت ها گفتن وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته، چرا جلوگیر ما مکان زمان رو کی گفتیم؟ گفتیم در این مکان میخوان. بعدم از مسئولین مربوطه، چون شهید فخری‌زاده جزء نیروهای مسلح بود، اون فردی هم که اولین تدارکات رو تهیه کرده بود برای ترور هم جزء نیروهای مسلح بود و ما نمیتونیم توضیح نیروی مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم. این سخنان نشان می‌دهد که احتمالاً کوتاهی جدی در جلوگیری از ترور فخری‌زاده رخ داده و شاید آنطور که منتقدان موازی‌کاری وزارت اطلاعات و حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران می‌گویند، باعث شده که این به اصطلاح گاف اطلاعاتی داده شود. آقای علوی جزئیات بیشتری از نقش این عضو نیروهای مسلح در ترور آقای فخری‌زاده ارائه نمی‌کند، اما به نظر می‌رسد برای تدارک چنین تروری و حذف وزارت اطلاعات از پیگیری مسئله، او احتمالاً از حمایت بخش‌هایی از نیروهای مسلح برخوردار بوده. مقام‌های ایرانی درباره نحوه ترور محسن فخری‌زاده روایت‌های متناقضی ارائه کردند. حالا روشن است جدای از مسئله ترور این مقام ارشد هسته‌ای، رسیدگی به پرونده آن هم بین دستگاه‌های امنیتی اختلاف برانگیز شده. شیدا هوشمندی، بی بی سی. نفتالی بنت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و نامزد نخست وزیری این کشور و همچنین رهبر حزب دست راستی یمینا از تل آویو با ماست. آقای بنت، خوش آمدید به برنامه. دیشب وزیر اطلاعات ایران اعلام کرد که در صورت ادامه فشارها احتمال داره که ایران به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش بره. در کنار اون، ساعتی پیش برآورد اطلاعاتی ارتش اسرائیل رو داشتیم که میگفتش که ایران 2 سال فاصله داره تا ساخت بمب هسته‌ای. چقدر اسرائیل نگران اظهارات وزیر اطلاعات ایران؟ مردم اسرائیل و افکار عمومی جهان نگران هستند که این رژیم پلید در ایران دستش به سلاح هسته‌ای برسه، یعنی اینکه تمام خاورمیانه مجهز به سلاح هسته‌ای خواهد شد. این کابوسی هست برای منطقه و کابوسی هست برای دنیا و بیش از همه کابوسی هست برای مردم ایران. من میخوام خیلی روشن بگم، دولت اسرائیل و مردم اسرائیل خیلی نگاهشون به حکومت ایران متفاوته با نگاهی که به مردم ایران دارند. ما احترام فراوانی برای مردم ایران قائل هستیم. ما ارزش‌های مشترک و تاریخ مشترک با مردم ایران داریم که هزاران سال قدمت داره. ولی این رژیم آیت الله‌ها که به دنبال برنامه‌های هسته‌ای هست، در حالی که مردم دارن گرسنگی می‌کشن، این رژیم رژیم بدی هست و ما هر کاری لازم باشه انجام میدیم که اجازه ندیم دستش به سلاح هسته‌ای برسه. سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ که شما هم از جمله موافقان اون سیاست بودید، ایران رو به جای رسونه که الان اورانیوم در سطح 20% داره غنی میکنه. فکر میکنید که اون سیاست چقدر موفق بوده؟ نه،
sanctions are only a pretense for this bad regime to move forward. تحریم‌ها فقط یک بهانه بود برای این حکومت که دست به غنی سازی اورانیوم بزنه. اما فقط مسئله غنی سازی اورانیوم نیست. مسئله تمام اون عواملی هستش که به ایران کمک میکنه تا مجهز بشه به سلاح هسته‌ای. فقط غنی سازی اورانیوم نیستش. موشک‌های ایران هست و تروریسمی هستش که ایران در منطقه داره بهش دامن میزنه. و واقعاً این خیلی عجیب هست که رهبران یک کشور یه روز از خواب بلند بشن بگن ما امروز کی رو میتونیم بکشیم، ما امروز کی رو میتونیم هدف تروریسم خودمون قرار بدیم. این غیر قابل قبوله. و من میتونم به عنوان وزیر دفاع سابق اسرائیل بگم و به عنوان یکی از نامزدهای نخست وزیر اسرائیل غیر قابل پذیرشه. ما اجازه نخواهیم داد این اتفاق بیفته. و من به جرأت به شما میگم ما به مردم ایران احترام میذاریم، ولی این رژیم واقعا رژیم بدی هست. شما میگید که هر کاری که لازمه انجام میدید که مانع دسترسی ایران به بمب هسته‌ای بشید. آیا این شامل حمله نظامی به ایران هم میشه؟ تمام گزینه ها روی میز هست. ما هیچ علاقه نداریم که وارد هر گونه درگیری، مخصوصا درگیری نظامی با ایران بشیم. اما واقعیت اینه، همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، ایران داره سلاح میفرسته که اسرائیل رو محاصره بکنه. با حزب الله، با حماس، با فرستادن سربازان ایرانی یا شبه نظامیان ایرانی که در مرز سوریه با ما بجنگن، 1000 کیلومتر از تهران به دور، این واقعا مضحکی هست. این یک حکومتی هستش که داره منابع خودشو، تلاش خودشو، پولهای خودشو صرف این میکنه که به منطقه ضربه بزنه، که یک امپراتوری درست بکنه که تمام کشورهای دیگر رو در منطقه هدف تروریست قرار بده. فقط اسرائیل نیست، تمام خاورمیانه هست. بنابراین من اجازه بدیم به روشنی به شما بگم، من 4 تا بچه دارم و هر کاری لازم باشه در توانم باشه انجام میدم که از اونها دفاع بکنم و تمام فرزندان دیگر اسرائیل. ایران بر اساس مصوبه مجلسش تا کمتر از 2 هفته دیگه اگر که تعهدات برجامی انجام نشه از پایبندی اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی یا NPT خارج میشه و اون رو متوقف میکنه. واکنش اسرائیل در صورت چنین اقدام ایران چه خواهد بود؟ من فکر میکنم، گمون میکنم تمام جهان از جمله آمریکا اگر ایران این کار را انجام بده با یک سری پیامدهای روبرو خواهد شد، پیامدهایی که برای ایران خیلی بد خواهد بود. من خیلی روشن به شما میگم، اگر ایران ادامه بده که سرمایه گذاری بکنه در موشک به جای واکسن، در سلاح به جای غذا برای مردم خودش، اسرائیل از خودش دفاع خواهد کرد. آقای بنت، مقام‌های ایرانی معتقدند که توافقی رو امضا کردند، بر اساس اون توافق نظارتی بر برنامه هسته‌ایشون بوده، به طور داوطلبانه NPT رو انجام دادن و کماکان مجازات شدن به واسطه تحریم‌ها. همزمان خیلی براشون سواله که چرا اسرائیل NPT رو امضا نمی‌کنه. میدونید کار خیلی ساده ای که ایران باید انجام بده برای این رژیم این هست که سلاح هسته‌ای تولید نکنه، دست از توقیف سلاح هسته‌ای برداره. تا وقتی که ایران دنبال صلح باشه مشکلی نیست. تا وقتی که مقامات ایران این تصمیم راهبردی رو گرفتن که به دنبال سلاح اتمی برن، که بعد باعث میشه تمام بازیگران خاورمیانه، مصر، ترکیه، همه کشورهای دیگه بخوام برن دنبال هسته‌ای و ما بدترین منطقه هسته‌ای رو در منطقه داشته باشیم، واقعا این چیزی هستش که رهبران ایران میخوان. در مورد سوال شما راجع به اسرائیل، اسرائیل به روشنی گفته هرگز اولین کشوری نخواهد بود که از سلاح هسته‌ای در منطقه استفاده کنه. ولی تایید میکنید که اسرائیل سلاح هسته‌ای داره؟ همونطور که من به شما گفتم، سیاست اسرائیل همیشه این بوده. اسرائیل اولین کشوری نیست در منطقه که از سلاح هسته‌ای استفاده کنه. پس نه تایید میکنید نه تکذیب داشتن سلاح هسته‌ای رو. همونطور که به شما گفتم، اسرائیل یک کشور صلح‌جوست، برخلاف رژیم ایران که به دنبال تروریسم هست. اسرائیل فقط به دنبال صلح با همسایگان
خودش هست، همونطور که با اردن قرارداد صلح بست، با همسایگان دیگه، با کشورهایی که در منطقه شما واقع شدن. اسرائیل اولین کشور در منطقه نخواهد بود که از سلاح هسته‌ای استفاده کنه. متشکرم. به نظر میاد که مایل نیستید جواب این سوال رو بدید. آقای بنت، بسیاری معتقدند که شما در یک سخنرانی فرمودید که اسرائیل باید به دنبال جنگ سرد با ایران باشه. جنگ سرد با ایران چه شکلیه؟ یه چیز ساده من به شما بگم. فرض بکنید که ایران یک هشباه است، سرش در تهرانه اما تمام دست و پاش رو به دور اسرائیل گرفته. سالی 1 میلیارد دلار داره خرج میکنه که به حزب الله لبنان پول بده علیه اسرائیل استفاده بکنن. داره پول میده به حماس. این پولی هستش که مردم ایران ازش محروم شدن. بنابراین مردم ایران گرسنه هستن ولی رژیم داره این پولها رو خرج میکنه. اما نکته که من دارم میگم و ازش دفاع میکنم این هست که ما اجازه نمیدیم این معادله ادامه پیدا بکنه. این معادله که بر اساسش آیت الله ها در ایران خون اسرائیلی ها رو در تل‌آویو بریزن ولی اونها یه زندگی در آرامش داشته باشد. هر کی با اسرائیل بجنگه هزینه جنگ با اسرائیل رو میپردازه. ما از خودمون دفاع خواهیم کرد. آیا ترور مقام‌های هسته‌ای ایران هم بخشی از این جنگ سرد محسوب میشه؟ من خیلی روشن به شما میگم. اسرائیل یک کشور قوی هست. مردم یهودی سالهای سال هست، هزاران سال هست که در دنیا زندگی میکنند. ما به دنبال صلح هستیم، اما اگه کسی دست روی اسرائیل بلند بکنه ما میجنگیم و اون دست رو قطع خواهیم کرد قبل از اینکه بتونه ما ضربه بزنه. من از فرزندان خودم دفاع میکنم، من از فرزندان کشور اسرائیل دفاع میکنم به هر بهایی. تا وقتی که ملاها در ایران سعی میکنن به ما ضربه بزنن باید توقع داشته باشن که زندگیشون در آرامش نخواهد بود. آقای بنتایا، محسن فخری زاده مقام برنامه هسته‌ای ایران رو اسرائیل ترور کرد؟ میدونید اسرائیل میدونی اسرائیل در اون حوزه های عمل نمیکنه که بعضیا فکر میکنند عمل میکنه. تنها چیزی که من میتونم به شما بگم که اون آدم آدم بدی بود و دنیا جای بهتری بدون وجود او هست. مقام های ایران در گزارش هاشون گفتند که هم در رابطه با ترور محسن فخری زاده هم انفجار نتنز عده‌ای از افراد خودی به قول خودشون نقش داشتن. آیا میشه نتیجه گرفت که اسرائیل نفوذ کرده در بخشی از نیروهای امنیتی ایران؟ من این حرفی است که میخوام به ایران پیشنهاد کنم. اگر ایرانیان نمیخوان کسانی که داخل هستن در برنامه هسته‌ایش بمیرند، اگر نمیخوان برنامه هسته‌ایش منفجر بشه، دست از برنامه هسته‌ایش برداره. مگه چقدر سخته؟ سلاح هسته‌ای درست نکنید و اتفاقات بد براتون نمیافته. به همین سادگی. متشکرم. نفتالی بنت، وزیر دفاع پیشین اسرائیل و نامزد نخست وزیری این کشور. برای گفتگوی بیشتر در این باره علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از تورنتوی کانادا با ماست و یوسف عزیزی، پژوهشگر سیاستگذاری عمومی دولتی در دانشگاه ویرجینیا تک از واشنگتن دی سی با ما. خوش آمدید آقایون به برنامه. شنیدید صحبت‌های آقای بنت رو. ابتدا از اینجا شروع بکنیم که فکر می‌کنید صحبت‌های دیشب محمود علوی وزارت وزیر اطلاعات ایران چقدر میشه گفت نشان دهنده موضع کل حکومت؟ آقای عزیزی با شما شروع میکنیم. با عرض سلام خدمت شما، بینندگان محترمتون و مهمان گرامی برنامه. من اول یک صحبت کوچک در مورد صحبتهایی که نفر قبلی انجام داد بگم که اولا این خیلی درست نیست که ما یک فردی که مسئول سابقی بوده و نماینده و میخواد کاندید بشه رو بیاریم و این تریبون رو یک تریبون تبلیغاتی قرار بده یک طرفه. ما هر ما سعی کردیم که به اندازه کافی ایشون رو به چالش بکشیم. آقای عزیزی ایشون هم وزیر دفاع سابق اسرائیل بودن و اطلاعات لازم رو دارن. کشورهای منطقه مثل مصر و همه کشورهای منطقه سالهاست درخواست این رو کردند که منطقه عاری از سلاح‌های کشتار جمعی با نظارت سازمان ملل و سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در کل منطقه خاورمیانه ایجاد بشه
و حتی در این مسیر هیچ اشکالی و مشکلی هم نبوده که با اسرائیل هم سر میز بیاد و همه در کنار هم صحبت کنند و به یک بحث استراتژیک منطقه‌ای برسند. تنها کشوری که مخالفت کرده اسرائیل بوده. اسرائیل ناقض قوانین بین الملل و تنها کشوری هست که در منطقه سلاح هسته‌ای داره و بنابراین اصلا در شأن این مسئله نیست، یعنی اصلا حد این رو نداره که بخواد در مورد ایران و جمهوری اسلامی و مردم ایران صحبت بکنه. اما در مورد سوال شما، ببینید، نکته ای که وزیر اطلاعات گفتن از یک جهت میشه اون رو فهمید، از یک جهت نمیشه فهمید. از چه جهتی میشه فهمید؟ همونطور که ما حالا میبینیم، البته به عنوان یک نظرسنجی علمی نیست ولی باید این نظرسنجی ها انجام بشه، حداقل از فعالین رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی که داریم می‌بینیم، از هر دو گروه، از هر دو طیف، سر دو طیف حتی بگم، و مخصوصاً در این حیطه که آقای وزیر اطلاعات صحبت کردن، کسانی که تا دیروز مدافع برجام بودن، برای برجام هر کاری می‌کردن، مدافع این سیاست و استراتژی آقای روحانی و آقای ظریف بودن، امروزه شروع کردن و دارن در مورد این که ایران باید به سمت سلاح هسته‌ای بره صحبت می‌کنن. تا گروه‌های دیگه هم هستن، من فقط نمی‌گم این گروه. واقعا از یک جهتی این تغییر مسیر در ذهن بسیار از جوانها توجیه پذیر هست. من نمیگم این کار درسته، دارم میگم توجیه پذیره، به خاطر اینکه رفتار دولت اوباما رو دیدن، رفتار ترامپ رو دیدن. این توقع بوده که آقای بایدن، در واقع آقای ترامپ رو یک استثناء قلمداد میکردن در سیاست آمریکا و این توقع رو ایجاد کردن که آقای بایدن بیاد مثل برگشتش به کلایمت چینج، به در واقع قانون پاریس، به قرارداد پاریس در حوزه تغییرات اقلیمی و مسائل دیگه، ایشون با یک امضا به سرعت، با یک اکزیکیتیو اوردر، فرمان اجرایی، به سرعت به برجام باز خواهد گشت. اما این اتفاق نیفته و این سرخوردگی و همینطور صحبتهایی که شما از طرف مقام اسرائیلی میبینید که صریحا تهدید میکنن، خیلی جالبه در اینجا نقش سازمان ملل، حالا ایشون که اصلا عددی نیستن ولی مقامات رسمی اسرائیل صریحا تهدید میکنن ایران رو برای حمله و از سازمان ملل هیچ صدایی بلند نمیشه. اینها همه دست به دست هم میده که بخشی از جوانان و بخشی از مردم ایران این سوال رو مطرح کنن که ما هر کاری که بوده کردیم، با قوانین بین الملل رفتیم، با آمریکا معامله کردیم، نرمش نمیدونم استراتژیک چی، همه نرمش قهرمانان، همه اینها رو انجام دادیم، ولی باز هم ایران متهم است، باز هم نظم بین الملل، قانون بین الملل در مورد ایران کارایی نداره و ایران رو استثناء کرد. از این نظر بحث توجیه پذیره، ولی گفتن این جمله توسط یک مقام رسمی اطلاعاتی در تلویزیون رسمی کشور جز ساده لوحی و ساده اندیشی چیز دیگه ای نیست. و واقعا من تعجب میکنم، شما میبینید هنوز که هنوزه مسئولین اسرائیلی هیچ کدوم به صراحت اعلام نمیکنن که بمب هسته‌ای دارن یا اصلا تستش کردن یا تواناییش دارن، ولی جالبه که مسئولین ایرانی بیان اینگونه حرف بزنن، به جای اینکه اینها توسط مراکز تحقیقاتی، توسط نظرسنجی ها، توسط دانشگاه ها مطالعات انجام بشه، در واقع یک زنگ خطری باشه، توجهی باشه به کشورهای غربی و آمریکایی که اگر شما نخواهید برگردید به قانون بین الملل ممکنه اتفاقاتی در ایران بیفته. من بیشتر به تهدید میدونم نه چیز جدی. آقای نامور حقیقی، شما چه فکر میکنید؟ با سلام خدمت شما بینندگان محترم و جناب آقای عزیزی. ببینید، بخشی از روایتی که جناب آقای عزیزی میگن مقرون به واقع نیست، به این مفهوم که در مورد اینکه اصلا اسرائیل موضع اخلاقی نداره در این موارد صحبت کنه کاملا درسته. اسرائیل خودش ناقض قطعنامه شورای امنیت از 1967 که فلسطین رو اشغال کرده، خودش حاضر نشده به قطعنامه شورای امنیت به قول معروف گردن بنده. بحث اسرائیل جداست، اما بحث اینی که سیاستی که ما داریم، این بحرانایی که ایجاد شده از 1381 تا الان، که تا حالا 2000 میلیارد دلار که خواستید جزئیاتش رو بگیم، تو بخش انرژی، تو بخش خروج سرمایه انسانی، تو بخش توسعه صنعتی، خدمات مهندسی، تو بخش آیتی، همه اینها تا حالا این صورتحساب برای ما به ارمغان آورده. بحث اساسی این هست که سیاستی که از 1381 دنبال شد، از 1979 دنبال شده در مورد غنی سازی، نه صنعت هسته‌ای، این غنی سازی یک در حقیقت یک بختکی است افتاده روی اقتصاد ایران، روی توسعه ایران و حتی سیاست بازدارندگی و دفاع ایران رو با خطر مواجه کرده. به این معنا که ببینید، برخلاف نظری که آقای عزیزی میگن، جامعه ایران اگر در واقع آزاد باشه، گفتگو بشه در مورد هزینه های غنی سازی، نظرات جامعه حمایت نمیکنه از سیاست غنی سازی. علتش این است که من همینجا اعلام میکنم هر کدوم از دوستان در داخل، اصولگرایان، آماده باشن بیام در مورد غنی سازی و تبعاتش صحبت کنیم. ببینید، بحث اساسی اینه که این سیاست با چهار تا هدف دنبال میشه.
یکیش بمب‌سازیه. کشورهایی که دنبال میکنن دنبال بمب. جمهوری اسلامی که ما دنبال بمب نیستیم. اگر هم باشد با قبول برجام و قبول حضور در آژانس قطعا نمیتونه این کار رو انجام بده. هیچ کشوری نتونسته بمب بسازه. این اسرائیلیان بیخود میگن وقتی که شما توی برجام هستید بمب‌سازی امکان نداره. همه کشورها اومدن از برجام بیرون و بمب از مانیتورینگ اومدن بیرون و بمب ساختن. بنابراین ایران اگر میخواد بمب بسازه باید از تمام مانیتورینگ بیاد بیرون، پروندهش میره توی فصل 7 شورای امنیت. توی بحران بین‌المللی جدی روبرو خواهد شد که فکر نمی‌کنم نه مسئولین بخوان نه مردم جامعه ایران بخوان. دومی که میگن ما توسعه علمی است. خب شما اومدید چون نگاه سیستمی ندارید، شما علم ایران رو گروگان گرفتید. شما ببینید شما الان بقالات پزشکی ایران، دانشمندان ایرانی، پزشکان ایرانی تو نشریات پزشکی خارج چاپ میشه به خاطر تحریم. یعنی کلیت ارتباطات دانشگاه‌های ایرانی قطع با دانشگاه‌های جهان. توی کانادا هشدار دادن که اگر شما تماس علمی دارید باید اطلاع بدید چون میتونه شامل تحریم بشه. شما بخش‌های دیگر علم رو گروگان گرفتید، اون به کنار. بعد جنبه اقتصادی میگن آقا ما، خود آقای عزیزی قبلا میگفتن ما سوخت‌های گوناگون احتیاج داریم. سوخت فسیلی با توجه به تغییراتی که در تولید ماشین‌های الکتریک افتاده، ایران تا 200 سال دیگه سوخت فسیلی داره. مضافاً بر اینکه این سوخت فسیلی که داره به خاطر اینکه قیمتش میخواد بیاد پایین، این تحریم‌ها باعث میشه که امکانات ایران از انرژی صورت نگیره، این سوخت‌ها این منابع رو نتونه تبدیل پول کنه و در مجموع از لحاظ اقتصادی هم بحران ایجاد کرده و مسیر توسعه ایران رو با فجایع بسیار زیادی روبرو کرده. و اکثریت جامعه ایران شما نگاه کنید، همه جوانای ایران که صبح بلند میشن اکثریتشون همه دنبال اینن که بیان خارج. آخه این چه امید به آینده و توسعه است؟ این پروژه است که به هر دلیلی که شروع شده الان پروژه است ضد ملی و باید استاپ بشه، وگرنه آیندگان همه مسئولین سیاسی رو که پشت این پروژه سینه زدن قطعا باشون در لحاظ تاریخ قضاوت نادرست خواهند داشت در موردشون و باید ایران سیاست رو تغییر بده. بله آقای عزیزی، شنیدید صحبت‌های آقای نامور حقیقی رو، معتقدند که پروژه غنی‌سازی بسیار هزینه ساز بوده و جامعه ایران ازش حمایت نمی‌کنه. البته من نمیدونم حالا چه ارتباطی با صحبت‌های این بخش این برنامه داشت، ولی همونطور که گفتن و ایشون هم مثلا که دیدن، من در یک شبکه دیگه در این زمینه صحبت زیادی کردن، دوستان اگه بخوان سرچ کنن میبینن. و همینطور آقای دکتر صالحی اخیراً با وبسایت انتخاب در مورد هزینه‌های صنعت هسته ایران صحبت بسیار جامعی داشتن و فردی هم که اتفاقا سوال می‌پرسید افکارشون مثل آقای نامور حقیقی حتی تندتر از آقای نامور حقیقی نسبت به صنعت هسته ایران بود. جاش شداست میتونیم صحبت کنیم. من دو تا مورد کوچیک میگم. یکی این که ببینید شما این تجربه رو دوباره مردم ایران دارن و باید تکرار بشه. آقای اوباما برای تحت فشار قرار دادن ایران سوخت 20% راکتور اتمی تهران که یک راکتور تحقیقاتی برای امور پزشکی و کشاورزی هست رو از ملت ایران قطع کرد. راکتور اتمی تهران در حال خاموشی بود چون سوخت 20% بهش نمیرسید. آقای نامور حقیقی باید بگن اگر همین راکتورهایی که ساخته شده و راکتورهایی که اروپایی ها قول دادن سال 2003 تا 2005 برای ما بسازن، راکتورهای تولید انرژی با سوخت 3.5%، اگر یک زمانی یک آدم دیوانه ای که حالا همه میگن آقای فلانی رئیس جمهور قبلی فلانجا آدم دیوانه ای بود بیاد بگه من این سوخت رو نمیدهم تا ایران یک امتیاز بیشتری بده، ایران یکی از جزایر سگانشو بده، آقای نامور حقیقی اونجا میان سینه سپر میکنن و جلوی توپا و تانکای آمریکایی وای میسن. آقای نامور حقیقی ببینید وقتی در مورد سوخت 3% و 20% ایران هیچ وقت دنبال 20% نمیخواست بره، به خاطر تحریم ناعادلانه و ضد حقوق بشری آقای اوباما مجبور شد ایران خودش بره سوخت 20% تولید کنه. پس ببینید باید یک بیسی بزنیم. بیس ما قانون بین الملل باید باشه. نمیتونیم استثناء کنیم کشور. نمیتونیم هی انگشت اتهام رو به سمت ایران، رهبران ایران، مردم ایران ببریم. انگشت اتهام به سوی کسانی هست که از یک قرارداد جامع بین المللی که یک شخص سوم، یک سازمان فنی بین المللی نظاره میکرد، از اون بیرون اومدن و حاضر نیستن به اون برگردن. بله. من خیلی تعجب میکنم. نکته‌ای هم که در مورد بحث انرژی گفتن اشتباس. من در مورد در واقع این که انرژی‌های حامل‌های مختلف انرژی باید در کشور ایران باشه، گاز، نفت، هسته‌ای، انرژی‌های تجدیدپذیر و مسائل مختلف. بسیار. هیچ کشوری با وابستگی به یک انرژی مثل انرژی‌های فسیلی نمیتواند امنیت خودش رو حفظ بکنه. یه چیز خیلی ساده و مفهوم خیلی مشخصیه. بله شما اولا هیچ لزومی نداره شما در حوزه هسته‌ای اگر
شما وارد یک تنیسیدای جامع با آمریکا بشید که امکانش هم بود. در 1382 آقای خرازی از طرف آقای خامنه‌ای پیشنهاد حل جامع اختلافات داد که مسئله فلسطین هم روش بود. خب اون موقع آقای بولتون زد بند. پس بنابراین شما وقتی برید توی شما به قول معروف خودتون در جهان واقع دارید زندگی می‌کنید. در جهان واقع شما مناسبات قدرت، چالش‌های قدرت، محدودیت‌های قدرت، هر بازیگر سیاسی یک امتیازاتی داره، یه محدودیت‌هایی داره. اگر اونا رو نپذیرید نمیتوانید مناسبات رو تنظیم کنید. این نکته اول. ایران هم یک مزیت‌هایی داره، یه محدودیت‌هایی داره. بنابراین شما نمیتونید وارد درگیری با قدرت‌های بزرگ بشید بعد انتظار داشته باشید که همه مسائل رو به راحتی بتونید پیش ببرید. این یه نکته. نکته دومی که شما ببخشید، شما الان نفتتون رو نمیتونید بفروشید، بعد میگید ما اورانیوم 20% نداشتیم. شما در ازای اینکه اون راکتور بسته شده، شما من میگم به شما میگم شما 2000 میلیارد دلار خسارت خوردید. شما این پول رو تو هر حوزه‌ای بخواد سرمایه گذاری کنید. آیتی ایران بزرگترین نیروی سرمایه ایران بود. نیروی انسانی ایران بزرگترین نیروی سرمایه گذاری ایرانه. ببینید شما دید سنتی به بازدارندگی دارید. جمهوری اسلامی اگر حتی دنبال بازدارندگی، مهمترین منبعش نیروی انسانی که داره. این نیروی انسانی به خاطر نوع سیاست‌های اجتماعی و سیاست‌هایی که شکاف میان حاکمیت به مردم، بی‌توجهی به رأی مردم و عدم استفاده از نیروهای کارآمد و متخصص داره از خودش دور می‌کنه. شما در خیابان‌های واشنگتن، لندن، تهران، لندن، تورنتو نگاه کنید، می‌بینید که این همه نیروی انسانی اومدن بیرون، می‌تونستن در ایران خدمت کنن. بعدم اینکه شما تمام بخش‌های دیگر رو گروگان گرفتی به خاطر هسته‌ای. شما در همه حوزه‌ها شما ببینید ما در منابع انرژی، ما الان نفتمون نمیتونیم بفروشیم. شما کالا که وارد میکنید شما نمیتونید بازرسی کالا بکنید، کالای تقلبی میفروشن، صادر کننده جنسش میپوشه، پولش بر نمیگیره. تو ما همه بخشای اقتصاد ایران رو تعطیل کردید به خاطر اینکه ما راکتور میخوایم 20% داشته باشیم. بیاید واقعیت رو نگاه کنید. ببینید اگر شما غنی سازی رو برای بوم میخواهید بکنید کار نمیکنه. الان سیاستی که داره، سیاستی که آقای علایی اعلام کرد، در حقیقت چارچوب یک دیدگاه جدیدی است که 4 تا مشخصه داره. مشخصش این است که ما بایستی موضع تون بگیریم، با موضع تسامح و تساهل آمریکا کوتاه نمیاد، موضع تون بگیریم و بریم به سمت حتی اینی که از پروتکل علاقه بیان بیرون. بله. یک نکته. دومی که سیاست این که باید با تغییر اردوگاه بشیم. ما در نهایت نمیتونیم با آمریکا توافق برسیم، باید بریم به سمت اردوگاه چین. سومی که پول نفت رو باید بذاریم، همون چیزی که آقای رضایی گفته، برای کارهای دفاعی مردم رو باید با مالیات اداره کنیم. و چهارم هم که حکومت یک پارچه بشه. حکومت یک پارچه میشه همین مجلسی که داریم. بسیار خوب، فرصت محدود آقای نامبهاری، اجازه بدین جنبندی نهایی آقای عزیزی رو در یک دقیقه بشنویم. بله، اداره کشور با پول مالیات بسیار خوبه. یعنی اگر تمام این اتفاقات بیفته و کشور ایران با مالیات مردم اداره بشه و مسئولین کشور پول نفت رو نگیرن، صرف فسادها و صرف گپ‌های اقتصادی بکنن و صرف سودجویی‌های بکنن، خیلی اتفاقا نکته مهمیه. شما میگید 2000 میلیارد تومان، شما فقط برید جمع بزنید فسادهایی که در این سالها و در طول انقلاب انجام شده. متاسفانه البته باید بگیم که انقلابی که برای عدالت اجتماعی و برای کنار زدن طبقه اشراف بوده، اگر جمع اینها رو بزنید وقت می‌بینید که اون 2000 میلیارد دلار که پول امنیت شده در مقابل این چیزی نیست. حالا البته این رقمی که شما میگید در موردش باید بعداً صحبت بشه، اما من چند نکته کوچیک بگم. یکی این که متاسفانه تفکری که ما رو به برجام رسوند، اون استراتژی و تفکر و تفکری که به اینجا رسونده و یک دفعه این تفکر میگه بریم به سمت بمب اتم، یعنی همه دنیا رو میخواد دوباره بر ضد ما بشورونه، در حالی که از نظر سیاسی حداقل دنیا رو توجیه کرده بودیم، این تفکری هست که متاسفانه یا در افراط یا در تفریط اول انقلاب و الان و در همه موضوعات 0 و 1 میبینه. این تفکر میگه ایران خودش توانای تولید و خلق موقعیت نداره، ایران همیشه تو سری خور باید باشه. این تفکر تفکریه که میگه آمریکا کشوری هست که توانایی‌هاش و منابعش نامحدود و خواسته‌هاش محدوده، در حالی که این اشتباه است. آمریکا هم به عنوان یک ابرقدرت بزرگ دارای توانایی‌ها و منابع محدود. بله. و خواسته‌های نامحدوده. و اتفاقاً بازی که ایران داره می‌کنه در منطقه،
سوای فشاری که دار بر مردم میاد همه ما درک میکنیم و باید جلو گرفته بشه و همه هم گفتن که در اولین فرصت باید تحریم ها برداشته بشه در صورتی که شأن و در واقع اون عزت کشور حفظ بشه. بحث کشور رو میدونیم، داخل کشور رو، ولی بازی که ایران در منطقه میکنه، اگر فقط آقای نامور حقیقی با زمان بعد از جنگ یا قبل از جنگ مقایسه کنن، قدرت ایران در منطقه قدرتی هست که اگر مسئولین درست از اون استفاده کنن میتونن بهره های اقتصادی اون رو هم داخل بیارن. من فقط یه نکته کوچیک بگم، Human Development Index، هر کسی میتونه الان بره این HDI رو که شاخص سازمان ملل هست در توسعه انسانی در مورد ایران سرچ بکنه، ببینه تا ببینه که حرفای آقای نامور حقیقی در مورد جمهوری اسلامی و اینکه همه مسائل کشور. بسیار خوب، خیلی فرصتتون بیشتر استفاده کردین آقای عزیزی، خیلی بیشتر از یک دقیقه شد. آقای نامور لطفاً در یک دقیقه جنبندی. ببینید، سیاست بازدارندگی باید تکیه کنه بر نیروی انسانی ایران، اجازه بده اونها در مدیریت ها نقش داشته باشن. دومی که از جنبه سیاسی باید مشارکت سیاسی افزایش پیدا کنه. شکاف میان ملت و حکومت مهمترین نقطه است که آمریکایی‌ها یا اسرائیلی‌ها میان از اون نقطه استفاده میکنن. نکته سوم هم این است که امکانات مالی این کشور متعلق به این مردم، مردم باید در مورد تصمیم بگیرن. سیاست غنی‌سازی به هر دلیلی که شروع شده شکست خورده، نباید اجازه داد، نبایستی وقتی که مردم محتاج نان شب هستن، امنیت بهداشتشون تو خطره، نبایستی هزینه بشه در این قضیه. نکته آخرم این هست که به قول یکی از نویسندگان مهم میگفت، مهم نیست که دولت بریتانیا از شرق تا غرب کشورها تحت نظر داره، مهم اینه که در اون کشورها چه اتفاقی میفته، مهم نیست که ما در چه موقعیتی هستیم، مهم این است که قدرت نگاه کنه مناسبات کنونی ایران در مقایسه با گذشته به خصوص در حوزه سیاسی و اخلاقی چطوری رو به زوال رفته و فساد ایجاد شده. صحیح. این باعث شده، من امیدوارم که هر جوان ایرانی که بلند میشه، وقتی که صبح بلند میشه، به فکر این باشه که روزش رو چجوری کار کنه و اقتصاد ایران ارتقا بده. نه این باشه به دنبال این باشه که بخواد ویزا بگیره و بره خارج. ممنونم علیرضا نامور حقیقی و یوسف عزیزی. همطور که پیشتر اشاره شد، بر اساس یک گزارش سازمان ملل متحد، ایران و کره شمالی در سال 2020، سال گذشته میلادی، همکاری برای توسعه موشک‌های دوربرد را از سر گرفتند. خبرگزاری فرانسه گفته این گزارش که یک نسخه‌اش را رویت کرده، دیروز دوشنبه به شورای امنیت ارسال شده و در آن کره شمالی متهم شده که تحریم‌های سازمان ملل را نقض کرده. مریم افشان گزارش می‌دهد. ایران و کره شمالی، دو کشور جنجال برانگیز، هر دو به دنبال توسعه برنامه هسته‌ای و ساخت موشک‌های بالستیک. حالا در گزارش کارشناسان سازمان ملل که به رسانه‌ها درس کرده آمده که این دو کشور همکاری خود را بر سر توسعه موشک‌های دوربرد در ماه‌های گذشته از سر گرفتند. رویترز هم به نقل از گزارش سازمان ملل میگوید کره شمالی برخلاف تحریم‌های بین‌المللی و با استفاده از 300 میلیون دلار که از طریق هک سایبری دزدیده بود، توانسته برنامه هسته‌ای و موشک‌های دوربرد را توسعه دهد. بنابر این گزارش، از سرگیری همکاری ایران و کره شمالی شامل انتقال قطعات ضروری برای ساخت موشک می‌شود و ارسال آخرین محموله‌ها در سال گذشته انجام شده. خبرگزاری بلومبرگ هم نوشته یافته‌های کارشناسان سازمان ملل نشان می‌دهد که یک مرکز تحقیقاتی به نام شهید حاجی علی موحد در ساخت موشک ماهواره بر از کمک و پشتیبانی متخصصان کره شمالی بهره برده است. پیشتر و در شهریور ماه دولت آمریکا تولید کنندگان موادی که کاربرد دوگانه در تولید موشک‌های بالستیک دارند را تحریم و اعلام کرد. در همین راستا مرکز تحقیقاتی شهید حاج علی موحد هم تحریم می‌شود. گزارش کارشناسان سازمان ملل تاکید دارد که همکاری‌های ایران و کره شمالی در حالی آغاز شده که کره شمالی اقدام به آزمایش کلاهک‌های اتمی جدید برای موشک‌های بالستیک دوربرد کرده است. همین گزارش می‌گوید دولت ایران اواخر پاییز در پاسخ به سوالات کارشناسان سازمان ملل کتباً اعلام کرده در این زمینه با کره شمالی همکاری نمی‌کند و گفته نتایج این تحقیقات بر اساس داده‌های نادرست است. مقام‌های ایران می‌گویند برنامه موشک ایران ماهیت دفاعی دارد و حاضر به مذاکره درباره آن نیستند.
از سوی دیگر آمریکا و کشورهای غربی معتقدند برنامه موشک‌های بالستیک ایران که می‌تواند به قابلیت حمل کلاهک اتمی ارتقا یابد مغایر قطعنامه شورای امنیت است. این بار اول نیست که صحبت از همکاری ایران و کره شمالی است. در سال 1390 هم سند محرمانه دیگری از همکاری این دو کشور در زمینه تولید موشک‌های قاره‌پیما در رسانه‌ها منتشر شد. حالا و با روی کار آمدن دولت جو بایدن در آمریکا، بحث بر سر احتمال مذاکره دوباره این کشور و ایران درباره برنامه هسته‌ای و موشکی ایران از بحث‌های هر روزه محافل بین‌المللی به ویژه در ایران و اتحادیه اروپا است و مشخص نیست انتشار چنین گزارشی چه تأثیری در آینده برنامه هسته‌ای ایران و تحریم‌های آمریکا خواهد داشت. مریم افشنگ، بی بی سی. فابیان هینز، پژوهشگر مستقل سیاستگذاری امنیت از برلین آلمان، با ماست. آقای هینز، پیشتر استاد مرکز تحقیقاتی جیمز مارتین در زمینه منع گسترش تسلیحات کشتار جمعی بودند و تمرکز ایشون فعالیت‌های موشکی در منطقه خاورمیانه است. آقای هینز، خوش آمدید به برنامه. شما چند وقت پیش هم اشاره کرده بودید به گزارشی در این زمینه. چه می‌دونیم درباره این موشک‌های کاربردی و عمق همکاری ایران و کره شمالی؟ همکاری بین ایران و کره شمالی در زمینه موشک‌ها قدمت دیرپا داره. در همون زمان جنگ ایران و عراق، ایران اولین موشک‌های خودش رو از کره شمالی گرفت. حتی خط‌های تولیدی و کارخانه‌ها رو برای تولید این موشک‌ها از کره شمالی گرفت. این گزارش‌های اخیر خیلی جالب هستند، برای اینکه رب پیدا می‌کنند به گزارش‌های دیگه در مورد تولید موشک‌های دوربرد و همکاری ایران و کره شمالی برای تولید موشک‌ها. از سوخت مایع استفاده کردند طبق این گزارش‌ها، و این شک هم وجود داره که موتورهای خیلی قوی‌تری در این موشک‌ها وجود داره که بردشون رو افزایش بده. نقش چین چه بوده؟ چین کمک کرده به برنامه موشکی ایران. بهتر بگیم نه حکومت چین، برخی از تشکیلات و سازمان‌های چینی این کمک رو کردن. اطلاعات دقیقی نداریم که یه سری کسب و کار چینی هم دارن این کار رو میکنن یا این سیاست رسمی دولت چینه. ارجای کره شمالی به شورای امنیت سازمان ملل میتونه چه تأثیری داشته باشه؟ خیلی سخته، برای اینکه تمام این همکاری ها قبلا اتفاق افتاد، زمانی که کره شمالی تحت تحریم های بسیار شدید بود و ایران هم تحت تحریم تسلیحاتی بود. بنابراین رابطه ایران و کره شمالی رابطه خیلی پنهان و نیمه پنهانی هستش. بنابراین اووردن این رابطه تحت شمول یک قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل کار سختیه. این گزارش چقدر میتونه تشدید بکنه نگرانی بعضی از کشورهای غربی رو درباره یه برنامه موشکی ایران؟ من به شما میتونم بگم که به حد زیادی میتونه تشدید بکنه این نگرانی ها رو. اگه نگاه بکنین به ماهواره‌ای که ایران پرتاب کرد، میبینید که ایرانی ها دارن نشون میدن که قابلیت این رو دارن موشک‌های بسازن که ورای برد 2000 کیلومتر باشه، موشک‌های بین قاره‌ای. و نشانه‌ای وجود داره که ایران داره رو فناوری موشک‌ها کار میکنه، حالا یه ذره آشکارتر، و این خودش موجب نگرانی بسیاری از کشورها شده. متشکرم فابیان هینز. در ایران واکسیناسیون کرونا با استفاده از واکسن ساخت روسیه شروع شد. اول نفر که این واکسن را دریافت کرد فرزند وزیر بهداشت ایران بود. گفته شده اولویت دریافت واکسن با کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان هاست که با بیماران مبتلا به کرونا در تماسند. همزمان یک مقام بهداشتی گفته ایران واکسن بریتانیایی آسترازنکا رو هم وارد می‌کنه، اما از کره جنوبی. پرهام قبادی گزارش می‌دهد. لحظه تزریق اولین واکسن کرونا در ایران. در حضور وزیر بهداشت این کشور، واکسن روسیه اسپوتنیک وی به فرزندش تزریق می شود. اقدامی که خود او می گوید برای اطمینان بخشی است. ما آغازگر باشیم برای اعتماد. رئیس جمهوری ایران هم برای تزریق واکسن اعلام آمادگی کرد.
خود من آمادم اولین فردی باشم که این واکسن رو تزریق به بدن من بشه، برای اینکه مردم ما بدونن اگر ما چیزی رو اعلام میکنیم بهش ایمان داریم. بعد از پسر آقای نمکی نوبت به کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها رسید، کسانی که در صدر فهرست اولویت‌ها هستند. غیر از تهران واکسیناسیون در شهرهای دیگر هم شروع شده، از جمله در عراق، کرمانشاه و اینجا در قم. ایران امروز به حدود 3000 نفر واکسن کرونا تزریق کرد. یکی از مسئولان واکسیناسیون در آذربایجان غربی میگوید بین تزریق دوز اول و دوز دوم واکسن 21 روز فاصله است. 870 دوز رو برای در واقع 435 نفر امروز آغاز کردیم که هم در استان در آذربایجان غربی اتفاق خواهد افتاد. دوز اول رو بعد از اینکه زدیم، دوز دوم بعد از 21 روز اتفاق خواهد افتاد. قرار است ایران غیر از روسیه از منابع دیگر هم واکسن تهیه کند، از جمله واکسن آسترازنکای آکسفورد از کره جنوبی، واکسنی که فرمول ساختش در بریتانیا تهیه شده. آیت الله خامنه‌ای پیشتر ورود واکسن‌های بریتانیایی و آمریکایی را ممنوع اعلام کرده بود. کیانوش جهانپور سخنگوی سازمان غذا و دارو اما گفته آسترازنکا علاوه بر بریتانیا در بلژیک، روسیه، هند و کره جنوبی هم تولید می‌شود. گفته ایران از طریق سبد کوواکس بیش از 4 میلیون دوز از کره جنوبی در هفته‌های آینده وارد می‌کند. سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا وعده داد تا پایان سال آینده همه در ایران واکسینه شوند. شما به هیچ وجه دنیا سال 2021 یا سال 1400 ما واکسیناسیونشو تموم نخواهد کرد. ولی ما قطعاً سال 1400 همه مردممون گروه هدف واکسن خواهیم زد. گروه هدف. بله. یعنی همون که زنجیره رو قطع کنیم. یعنی 5 میلیون، 40 میلیون هر تعدادی باشه. بعد از کارکنان بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان‌ها، اولویت دریافت واکسن با کادر درمان است و بعد خانه‌های سالمندان و افراد بالای 65 سال. اما مشخص نیست مهاجران افغانی که دهه‌ها در ایران زندگی کرده‌اند و سالمند هستند یا در ایران به دنیا آمدند اما شناسنامه ایرانی به آنها تعلق نمی‌گیرد، در اولویت‌ها قرار می‌گیرند یا اصلاً واکسنی گیرشان می‌آید. پرهام قبادی، بی بی سی. ژان کلود کاریر، نویسنده و فیلمنامه‌نویس فرانسوی، در 89 سالگی درگذشت. او حدود 60 کتاب و فیلمنامه نوشت و ترجمه کرد و همکاریش با لوئیس بونوئل در فیلم‌های مثل جذابیت پنهان بورژوازی معروف شد. او همسر نهال تجدد، نویسنده و پژوهشگر آثار مولوی بود و بارها به ایران سفر کرده و کلاس‌هایی هم برای هنرجویان برگزار کرده بود. علی امینی نجفی، منتقد و نویسنده سینمایی از شهر کلن آلمان، با ما. آقای نجفی، خوش آمدید به برنامه شما. از جمله کتاب‌های آقای کاریر رو هم ترجمه کردید با عنوان آخرین نفس‌ها. ابتدا از سینمای آقای کاریر شروع کنیم. سینمای کاریر در واقع ایشون فیلمنامه‌نویس بزرگی بود. بستگی به این داره که فیلمنامه رو چقدر مهم بدونیم در ساختار یک فیلم. متأسفانه خیلی‌ها به فیلمنامه اهمیت نمیدن، یعنی تماشاگرای سینما معمولاً به هنرپیشه ها و بازیگرای یک فیلم توجه دارن، منتقدین و کارشناسا بیشتر به کارگردان، در حالی که میدونیم کارگردان های بزرگ سینما مثل مثلا هیچکاک یا بونوئل یا هارد هاکس، اینها میگفتن همیشه که بدون یک فیلمنامه خوب هرگز موفق به خلق یک شاهکار سینمایی نمیشن، و بدون و با داشتن یک فیلمنامه خوب میتونن به هر حال به رغم مثلا سوژه و مسائل دیگه یک فیلم خوبی عرضه بکنن. خب ژان کلود کاریر در این زمینه خیلی آدم برجسته بود، شاید بشه گفت در محدوده حداقل سینمای فرانسه مهمترین و برجسته ترین بود و فیلمنامه‌های موندگاری نوشت که بی تردید خیلی از آثار سینمایی که در دهه‌های 50 و دهه 60 بیشتر 60 به 70 سینمای فرانسه تولید شده، کارهای خوب مدیون واقعا خلاقیت ایشون هست. فکر می‌کنید چی موندگار می‌کرد آثار او رو؟ مهمترین کارش یعنی تخصص او که شناخته شده است، اقتباس‌های سینمایی است از کارهای مهم ادبی،
این کار خیلی سختی همونطور که میدونید، چون همیشه معروفه به اهل سینما که رمان از فیلم بهتره و حتما یک فیلم به چیزای کم میاره، نمیتونه، چون رمان اولا مفصلتره و بعد تبدیل زبان یک رمان که بر مبنای کلمه یا واژه هست، اینو تبدیل کردن به تصاویر سینمایی خیلی کار هم با ارزشیه و هم بسیار دشوار. ژان کلود کاریر مهارت خودش رو در این امر نشون داده بود که میتونه از حتی رمان‌های خیلی دشوار که اهمیت یا برد تصویری اندکی دارن موفق میشد، از این کارها هم فیلمنامه‌های خوبی بنویسه بر اساس اونها و به کارگردان‌ها اجازه بده که بر پایه اونها فیلم‌های خوبی تولید کنن که نمونه‌هاش خیلی زیاده. فیلم برای شلندورف به خصوص مثلا کاری مثل تبل حلبی خیلی دشواره برگردونش به زبون سینما، ولی ژان کلود کاریر موفق شده به نظر من این کار رو انجام بده. کارهایی که انجام داده برای فیلمنامه‌هایی که نوشته برای بونوئل، می‌دونیم بونوئل حدود 15 تا 20 سال در دوره آخر زندگیش فقط با ژان کلود کاریر کار میکرد و اون اثری هم که شما الان ذکر کردید اون هم در واقع خاطرات بونوئل هست که من ترجمه کردم. بونوئل همیشه تکرار میکرد این رو، در اون خاطرات هم نوشته که با هیچ فیلمنامه دیگه فیلمنامه‌نویس دیگه حاضر به همکاری نیست، یعنی از موقعی که ژان کلود کاریر رو شناخته و باهاش همکاری کرده دیگه هیچ فیلمنامه‌نویس دیگه رو نمیخواد و علتش هم آشکاره. ببینید بونوئل رسمش اینجوری بوده، آدم خیلی منضبط و ادبی نویس نبوده، در طی چند روز چند تا داستان و خاطره و حتی خواب و خیالای خودش رو تعریف میکرده برای ژان کلود کاریر و او براش یک فیلمنامه جمع و جوری از اون خاطرات پراکنده و اینا یک فیلمنامه جمع و جوری براش تدارک میدیده با چفت و بست حسابی و خیلی استحکام دراماتیک که بونوئل میتونست بر اساس اون یک فیلم خوبی بسازه. آقای کاریر ارتباط عمیقی هم با فرهنگ و هنر ایران داشت، میدونیم که در کپی برابر اصل عباس کیارستمی نقش کوتاهی آفرید و به ایران سفر میکرد. فکر میکنید که این ارتباط با شرق تأثیری بر دیدگاه او و آثار او داشت؟ در کارهای قبلیش قدیمی خودش رگه هایی از دید عرفانی البته مربوط به خاور دور پیدا کردن، مثلا بودایی اینا، بعد از یک مرحله شاید بشه گفت که از دهه 1980 به بعد که با فرهنگ ایران آشنا شد، به خصوص از طریق ازدواج با خانم تجدد، بله، که پژوهشگر فریخته ای هست، با او با فرهنگ ادبی ایران با شعر عرفانی آشنا شد و این رو و دربارش حتی مقاله های نوشت درباره مولانا یا عطار و غیره که یه بعد تازه‌ای به کارهای او داد. همونطوری که فهمودید او به ایران هم سفر کرده بود، با از فکر میکنم فیلم کلوزاپ رفته بوده به دیدن این فیلم که اونجا کیارستمی رو میبینه در پاریس، از اون پس دوستی صمیمانه بین اینا شکل میگیره و هر موقع که کیارستمی به پاریس میومد حتما دیداری با ژان کلود کاریر داشت و ژان کلود کاریر خیلی نقشه کمی بازی کرد در فیلمش، فقط دوستان بازیگر به اون معنی نبود، به خواهش دوستانش در چند فیلم سینمایی بازی کرده که یکی از جالبترین اونها و شاید آخرین بازیش در فیلم کپی برای اصل کیارستمیه که در سال 2010 فکر میکنم تولید شده. متشکرم از شما. علی امینی نجفی، منتقد، نویسنده سینما و مترجم با آخرین نفس از آثار ژان کلود کاریر، یادش گرامی. بیانیه یک شرکت سازنده خودروهای برقی درباره سرمایه‌گذاری 1.5 میلیارد دلاری در بیت کوین باعث شد ارزش این رمزارز ظرف یک روز 25% جهش کنه و به بیش از 48,000 دلار برسه. بعضی از سرمایه‌گذاران این تصمیم شرکت تسلا به مدیریت ایلان ماسک رو نشانه عادی شدن بیت کوین می‌دونند، ولی بعضی دیگه از سرمایه‌گذاری تسلا در این رمزارز انتقاد کردند چون شبکه نقل و انتقال اون انرژی زیادی مصرف می‌کنه. بهرنگ تاجدین گزارش می‌ده. ایلان ماسک احتمالاً خبرسازترین و جنجال برانگیزترین تاجر دنیا در سالهای اخیر بوده. وقتی دوشنبه شرکت او تسلا اعلام کرد که 1.5 میلیارد دلار بیت کوین خریده، قیمت این رمز ارز جنجالی سر به فلک کشید.
5 سال پیش ارزش بیت کوین حدود 400 دلار بود. ظرف 2 سال قیمت به یک بار رشد سریعی کرد و تا مرز 20,000 دلار هم رفت و سپس دوباره سقوط کرد. این روندی است که در تمام این سالها ادامه داشته. تنها در یک ماه اخیر ارزش بیت کوین 10,000 دلار سقوط و بیش از 15,000 دلار صعود را تجربه کرده. به نظرم ماسک تنها مدیر عامل یه شرکت بزرگه که میتونست چنین کاری بکنه. سرمایه گذارها و شرکت ها معمولا نمیخوان مدیر عامل بزنه تو جاده خاکی و روی یه چیز جدید سرمایه گذاری کنه. ترجیح میدن تمرکزش به جاش روی کسب و کار اصلی شرکت باشه. خبر مهمتر از سرمایه گذاری در بیت کوین این مسئله است که تسلا قراره برای فروش ماشینهاش بیت کوین قبول کنه. به نظرم از لحاظ تجاری، از لحاظ نحوه استفاده از بیت کوین میتونه نقطه شروع تغییر باشه. بیت کوین یک واحد پول معمولی نیست. هنوز هم فروشگاهایی که به شما اجازه میدهند مستقیما خرجش کنید، انگشت شمارند. در کنار این، محبوبیت بیت کوین بین تبهکاران در بازارهای سیاه اینترنتی فروش مواد مخدر و اقلام غیرقانونی دیگر آن را بدنام کرده. بیت کوین در نهایت بیشتر از واحد پولی یک دارایی مجازی دیجیتال است که زیربنایش شبکه عظیمی از کامپیوترها در سراسر دنیاست. کامپیوترهایی که تقریباً به اندازه کشور اتریش برق مصرف می‌کنند به این امید که بتوانند پاداش بگیرند یا اصطلاحاً بیت کوین استخراج کنند. این ماهیت بیت کوین باعث شده که بعضی‌ها همچنان به آینده آن بدبین باشند. خیلی‌ها درباره این حرف می‌زنند که نهادها و شرکت‌ها دارن بیت کوین می‌خرن، ولی در همه موارد یک نفر که طرفدار دو آتیشه بیت کوینه مثل ایلان ماسک پول شرکت رو صرف خرید بیت کوین کرده و بعد بیانیه داده که این آینده است و عالیه، ولی در واقع قمار روی لوبیای سحرآمیزه. ایلان ماسک و تسلا نشان دادند که توانایی کم نظیری در غافلگیر کردن بازار دارند. شرکتی که با تولید سالانه 500,000 دستگاه خودرو به با ارزش‌ترین خودروساز جهان تبدیل شده. ولی جا انداختن بیت کوین ممکن است مأموریت غیر ممکن باشد. بهرنگ تاجدین، بی بی سی. به پایان 60 دقیقه رسیدیم. میتونید این برنامه و برنامه‌های قبلی ما رو در وبسایت بی بی سی فارسی و صفحه یوتیوبمون تماشا کنید. ممنون از همراهیتون. مراقب هم باشید.